سلام. خبرهای مهمی رادیوی آزادی را از روز دوشنبه 26 می من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. صبح امروز در خوروغ کاری کمیسیونی تفتیشاتی رویدادهای 21 می شروع شد. این کمیسیون از 8 نفر، 4 کارمند ساختارهای انتظامی و دادستانی و 4 فردی ملکی عبارت است. یک عضو کمیسیون مشترک صاحبکار 42 ساله ساکن خوروغ مظفر مبارک شایف گفت مسئولیت او و 3 نماینده جامعه شهروندی نظارت شفافیتی کاری تفتیشات می باشد. کار نو سر کردیم. از دوزه بودم نری چوی اودیسا سر کردیم. همین دیموراتو را که شخصه شدن نگوریم مونو را دیدیم. کار اصلا گویم این سهاری سر شد. تو این وقت کار در خورو کردن نمی شد. وضعیت اون قدر خوب نبود. روز در روز اونو قطعی نیستیم. این باتر وقتی که پرسپورس همین شویدو نمی چیزو. اصلا زر می گیدم ممکن لازمیت مو بفکرم در اونجا فقط بر کار است. روز 21 می در یک تیرپرانی در مرکز خوروغ 3 نفر کشته و 4 تن زخمی شدند. مقامات میگویند که این تیرپرانی در جریان عملیات بازداشت یک گروه قاچاقبر مواد مخدر رخ داده است. عملیات باعث نارضایتی ساکنان شهر شد که با کوچه ها ریخته بناهای میلیسه و امنیت و دادستانی را آتش زدند. در پی مذاکرات مقامات با جامعه شهروندی، نمایندگان حکومت با یک قطار طلبات اعتراضگران راضی شده، به تفتیش این حادثه ها 4 ساکن ملکی خوروغ را جلب کردند. عین زمان مقامات راضی نشدند که عاملان سوختارهای روز 21 می از جوابگری آزاد شوند. در میدان دوستی شهری دوشنبه به مناسبت 20 سالگرد تأسیس نیروهای مرزبانی تاجیکستان، پرد یا گشتی نظامی برگزار شد. در این مراسم مقامات کشور از جمله رئیس جمهوری امام علی رحمان هم شرکت کرده نقش مرزبانان را در تامین ثبات و امنیت کشور مهم ارزیابی کرد. شما در طول 20 سال فعالیت رسالت مقدس حفظ مرز و بومی وطنی اجدادیمان را خوب احساس نموده از عهده قاضی فرزندی خود در نزد خلق و وطن برای اولین بار در گشتی نظامی یک واحد زنانه نیروهای مرزبانی هم معرفی شد. در مسکو سفیر نوی تاجیکستان در روسیه به کار خود شروع کرد. دیپلمات 49 ساله امام الدین ستاروف بعد 7 سال سابقه کاری در وظیفه سفیر تاجیکستان در آلمان رهبری، کلانترین نمایندگی دیپلماتی تاجیکستان در خارج کشور را به عهده گرفت. در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی قبل از سفر به مسکو، امام الدین ستاروف گفت که کمک در حل مشکلات مهاجران کاری در اولویت کاری سفارت قرار خواهد داشت. پریوریتیتی اول در فعالیت سفیر و سفارت حل مسئله مهاجران مهنتی تاجیک در روسیه. ما کوشش میکنیم که در فعالیت خود در وقت امضای شرطنامه‌های دو جانبه مثلا پیش از همه از حقوق‌های مهاجران حمایت کنیم. روز جمعه در برلین ملاقات خیربادی روبروی امام الدین ستاروف با وزیر امور خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر و دو روز پیش از این گفتگوی با پرزیدنت آلمان یوهیم گاوک برگزار شد. در شهر نیویورک مراسم قدردانی آوازخوانهای معروف شرق بیگ اپل میوزیک ایواردز برگزار شد. از میان آوازخوانهای تاجیک شبنمی سرایا برنده جایزه سیب الماسی، فرزانه خورشید بهترین زن آوازخوان از تاجیکستان و بهرام غفوری بهترین مرد آوازخوان در این کشور عنوان شده است. آوازخوان فریدون خورشید برای نخستین بار در این مراسم در صحنه آمریکایی هنرنمایی کرد. و برای تماشای این نوارها به سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر، یوتیوب و زمیمه رادیوی آزادی برای تلفن همراه خود مراجعه کنید.